خب یه چند تا بیماری هست یا مشکل هست که توی سی سی یو و آی سی یو همه بخشا، حالا مخصوصا سی سی یو و آی سی یو داریم و می‌بینیم بعضی وقتا حالا یا غفلت می‌کنیم یا با اون تشخیصش سخته، بگیم مثلا تمرکزمون یه قسمت دیگه بیماره، اینا نمی‌کنیم. یکی از معروف‌ترینشون آتلکتازیه و شاید هم بشه گفت شایع‌ترینش. آره چرا؟ چون هر بیماری رو تخت میخوابه مستعد آتلکتازیه. آتلکتازیم چیزه تعریف خیلی سخت مثل آمفیزم نیست، پیچیده باشه. آلوالا رو هم دیگه میخوابه میشه آتلکتازی. خب حالا میتونه شدید باشه، میتونه یه لب دولب رو درگیر کنه، میتونه یه سیمان رو درگیر کنه، میتونه یه خط نازک بندازه، فرق نمیکنه. ولی آتلکتازیه. الان همین صحبت که داشتیم با خانم‌داری مینی کردیم، صحبت سر پیپ دادن ندادنه. مثلا میگیم که ما تا چه حدی میتونیم به بیمار پیپ بدیم؟ میگیم میگه 35 سانتی متر اصلا اثر داره؟ میگه 35 سانتی متر هم میتونه یک کوچولو آلوله ها رو باز بکنه، ولی شما نگاه بکنید اگه همین 35 قرار یه بیماری که فشار 56 داره تازه با دو تا یوتروب ندین اشکالی نداره، اتفاق نمیفته. سچوریشنش اوکی باشد، سچوریشنش اوکی باشد، خیلی جای نگرانی نیست، پیپ کلا ببندید، اتفاق نمیفته. فشار مهمتره، چون اگه خون به مغزش نرسه سلولهای مغزش کمتر بیشتر بمیرن، شانس اینکه بیمار برگرده خیلی کمتر هست. تا اینکه شما حالا بخوای به بیمار پیپ بدی، سچوریشنش مثلا از فرض کن 88% بهش بری برسون به 90%، خب به سود زیان نگاه میکنیم. اینجا میگه اصلا پیپ خاموش کنیم نیاز نیست، حتی اگه کوچولو هم آتلکته شده. خب پس یکی از چیزهای مهم دوستان آتلکتازی است. من تصاویرش رو بیشتر میخوام بیارم که خسته هم بشین. فقط نگاه کنید آتلکتازی این شکلی است. مهمترین نمای آتلکتازی حالت در واقع روی هم خوابیدن آلوار هاست که به شکل یه خط متراکم دیده میشه تو چست ایکس ری. به شکل یه خط ببینید، یه خط متراکمی تو چست ایکس ری، نه اینجا سطح هوا داشته باشه به پروتراکس نشکل، ولی اینجا نه سطح هوا داره. ببینید کامل هوا که میگم هوای منظورم هوا نیست، منظورم خلأ که سیاه میشه، اون منظورم بوده. ببینید یک سطح متراکم ایجاد شده، این نقطه آتلکتازیشون بزرگه، یا آتلکتازی بزرگ اینجا براش ایجاد شده، یا توی این قسمت یه خورده متراکم تشت ضعیف‌تره، اینجا خیلی خوش رو بیشتر نشون داده. در واقع دنسیتی و مسئله اینجا رو نگاه کنید، یه خطی قشنگ افتاده. شما هیچ وقت نمیتونید بگید این پونوتراکسه، چون تو پونوتراکس هم یه خط میفته، ولی تو پونوتراکس که من جلو تن دارن پشتش کاملا تیره است. ولی اینجا نگاه کنید شما وریدهای ریوی رو میبینید، اینا وریدهای ریوی هستند. پس آلوله ها از بیرون بیرون، ببخشید اینجوری بگم، ریه ها از بیرون نخوابیدن که بگیم پونوتراکس، ریه ها رو هم خوابیدن. این دو حالت داریم، ریه ها یا آلوول ها رو هم میخوابیده. دو حالت داریم، یا کل ریه رو هم میخوابه، خب که به اون میگیم پنوتوراکس، یا آلوول ها رو هم دیگه میخوابه. آلوول ها رو هم دیگه بخوابن پشتش دیگه سیاه نمیشه، اون میشه آتلکتازی، مثل اینجا. ولی زمانی که کل ریه رو هم بخوابه میشه پنوتوراکس که پشتش کاملا تیره میشه. الان تصویر بذارم عشان متوجه میشه. خب خدمت هم بعضی وقتا آتلکتازی ها ممکنه با چیز دیگه همراه باشن، با ادم ریوی همراه باشن. کلا معمولا اینجوری هست، بیمارانی که ادم ریوی دارن کلا میرن تو فال. ببینید کلا ادم ریوی باعث میشه ریه باز نشه دیگه، راسته به زور آلوول ها باز میشن، باز نشه آلوول که باز نشه این آتلکتازی دیگه همین معنی میده. ببینید ما بخش های قلب و بخش اوپنران خیلی بیشتر داریم ادم ریوی. خب بعضی وقتا آتلکتازی همون اصطلاحا میگن ادهسیو، یعنی که اصطلاحا آتلکتازی چسبنده داریم که حالت دیگه خطی نیستن، اینا حالت مثلا پچ پچ شدن ها تو قسمت های مختلف پخش میشن، این حالت هستن. آتلکتازی هایی هستن که آلوول ها دسته دسته رو هم میخوابن. ببین یه وقتی مثلا یه کل آلوول اینجوری با هم میخوابه یه خط میفته، یه وقتی دسته دسته میفتن. این میشه ببینید اینها رو ببینید، اینهایی که این مدلی میشن حالت آتلکتازی ان. خب نه تشخیص اعتراضش با مریضی که مثلا با پنومونی خوش ما خیلی چیز داره میبینید، بیمار پنومونی تب داره، بیمار پنومونی ترشح داره، ولی بیمار آتل این ریال ببینید الان این نه تب داشته گرافی تنها منظورم، حالا بذارش حالش تو گرافی که خیلی چیزا با هم شبیه همه، تو گرافی خیلی چیزا و بر همین ما خیلی از بیمارا رو چیکار می‌کنیم سر می‌دیم همین باشه جان. آره اصلا میتونه همین باشه، ولی من می‌خوام بگم شما کنار گرافی حتما باید بالین بیمار رو ببینید،
چون اصلا گرافیک خیلی چیز ساده. تو سی تی اسکن چرا؟ تشخیص‌ها خیلی واضح‌تر میشه. خیلی چون داخل دارید می‌بینید. ولی تو گرافی شما یه سایه می‌بینید. حالا این سایه می‌تونه حتی اینجا الان بگی اینجا پنونی هم داره بعد درسته. درسته. ولی من فقط می‌خوام اینجا تشخیص افتراقیه در واقع آتلکتازی خطی رو با ادهسیو بهتون بگم. میگم خطی‌ها این مدلیه که مثل قبلی دیدید. ببینید این خطی، این خطیه. نگاه کنید اینا خطی هن، این ها حالت عدیسی و چسبندن تیکی تیکی قسمت های مختلف درگیر میشن. خب، تو بچه ها ما این حالت رو داریم دوستان، تو بچه ها که دیسترس تنفسی میگیرن حالت در واقع آتلکتازی رو ما ممکنه خیلی زیاد داشته باشیم، تو NICU، تو نوزادان، نیوبرن ها ممکنه داشته باشیم. و اینجا سیتیش هم نگاه کنید، تو سیتیش هم شما یه خطی کاملا اینجا میبینید که به شکل در واقع ببینید مثلا اگه این مایه اگه بخواد باشه مایه این شکلیه اینجا جمع میشه، مایه هیچ وقت این شکلی نوگتیس پیدا نمیکنه، همیشه این شکلی این قسمت جمع میشه. ولی این ببینید از اینجا اومده، هیچ وقت مایه این شکلی نمیشه از اینجا بیاد. این یکی از تشخیص افتراقی سیتی راحت‌تره، تشخیصش مشخص. اگه پروموتوراکس باشه چی جوریه؟ این تیکش کلا سیاهه. که الان بتونش. نمیدونم اینجا برای شما معلومه این خط یا نه. این خط رو می‌بینید دوستان؟ می‌بینید؟ این خط همین خطه. این خط این که خط قلبه. خب این خطی که اینجاست دقیقاً همینه. خب اینم ریه بیماری که سل داره. از هر دوم چند تا آوردم. ریه بیماریه که سل داره. سلی ها معمولا معلومن حالت حفره حفرن. اکثر بیماران سلی تو چست ایکس ریشون حالت حفره دارن. این حالا اوائلشه، این کم کم ری اینجا حالت حفرهی به خودش میگیره. سلی ها یه عکسش هم داشتن فکر کنم نهی بودن سل واقعی بود، یعنی ریه واقعی بود که سل داشت، قشنگ حالت حفره حفره داشتن. مثل این کیک رو میبزید و یک قاشق ازش برمیداری چند قاشق اینقدر هم شکلی بوده ریه واقعی. سلیا تو چستیکس روی حالت حفره‌ای داره، حفره‌هاش اینجا معلوم تا حدی. من یک کوچولو چراغ هم خاموش بکنم فکر کنم باز هنوز بهتر باشه. من هنوز هم بهتر این حالت حفره‌ایشون اینا مخصوص سلیا هستن. خب اینجا میبینید دوستان؟ این هم یه مدل دیگه است. ببینید؟ اینها حالتی هستن که منتشره شده. سل منتشره هست. کل ریه ها رو گرفته و این حالتی کاملا میبینید. پچه مختلفی داره. خب این چیه دوستان؟ سطح مایع هوا. مخصوص چیه؟ سطح مایع هوا. یعنی مایه داریم، این تیک بالاش هوا. مایه داریم، این تیک بالاش هوا. این چی بگیم؟ سطح مایه هوا. چون نوشته، من نگاه نکنید، چون نگاه کنید؟ سطح مایه هوا، مخصوص کدومه؟ کلمه اول دوم نگاه کنید؟ آبسیریه. لانگ آبسس. اوکی؟ سطح مایه، این مایه دوستان مایه هوا مختص آبسیری هست. آمپیم نه نه آمپیم هم آمپیم با آبسه فرم هر آمپیم هم بدون با؟ آبسه چیه؟ سوال برسیدی؟ نه اما فکر کردم سوال برسید تمام آبسه. خب آبسه هایی میبینید دوستان قشنگ معلوم آبسه. ولی اگه توش مایه باشه قشنگ این که از عکسش که واضحه مایه باشه سطح مایه هوا داره. خب آمپیر کجاست؟ حالا آمپیرش کجاست؟ حالا ام پی ام میگن حالا من میگم ام پی ام یعنی چه بیاد توی فضایی که تا حالت عادی وجود داره. مثل کجا؟ مثل پلف. فضای پلف فضایی که همیشه همه مو داره دیگه. اونجا اگه چرک بیاد هر جایی از بدن میگیم ام پی ام. احسن اینجاست. اینجا این ام پی ام. ببینید اگه یه جایی رو خودش ایجاد بکنه میشه آبسه.
وسط ریه بیاد سوراخ ایجاد بکنه، چرک توش قرار بگیره، میشه آبسه. اگه توی جای طبیعی، توی فضای طبیعی چرک ایجاد بشه، میشه چی؟ MPM. MPM اینجاست، ببینید؟ قشنگ معلومه. فرق MPM یعنی ما فارسی میگیم AMPM و آبسه اینه. آبسه توی جایی که نباید باشه هست، چرکش، عفونتش، ولی MPM توی جای فضای نرمال وجود داره، همیشه هسته. مکور باید این آمپیم باشه نه؟ نه مکور قارچ سیاه که؟ باید یکم مثل آمپیم باشه نه؟ تو قارچ سیاه بستگی به انتشارش داره، بستگی میزان انتشارش داره، به پلورا برسه بله، قطعا آمپیم میده. این الان چیه؟ آبسه یا آمپیمه؟ آبسه. احسن، آبسه است. چرا؟ تو دقیقا تو بافت ریه است. اینجا بنام، اگه اینجا بود میگفتیم چی؟ آه این هم یه جالب بود که شما بردم، یه بیماری که باریوم خورده ببینید؟ رشن درخت بروشش خیلی رشن معلومه، شبیه کاج کریسمس شده نه؟ یه باریوم خورده پس گیره کرده، میخواست بخوری معده‌شه، میخواست بخوری رفت رو روی عبایش باریوم بسه وحشتناکه. ما یه همکاری داشتیم اسمشو نمیگم، الان بازچستم شده، میگفت من تو بچگی تخم هندونه خوردم، یعنی خوردن آسپیره کردم، رفت تو بعد رشد کرد. آقای کنیم میگم رشد سبز شد دونه شد، چون خیس هم که بوده حالا رشد زیاد نکرد چون نور نداشته و چاقوبه میزن تو هندونه هم مثلا اینجا آه از در هندونه هندونه هم داره متولد میشه سایمون هندونه مثلا. خب من چیز کردم دیگه، بنده خدا لوبکتومی کرد آخرش، میگفت چند سال گذشت این موند همونجا، عفونت کرد، آبسه کرد و جراحی کردم و تیکر کلا برداشت. مثلا همیشه بنده خدا قرار نفساش خیلی خوب نبوده، هم کار یه چیز بوده در واقع جان آره بود اول شروع کرد میداد روش میکرد درمانی هم باید میشه باقو میشد. خب باریوم این در واقع باریوم. خب خدمت هاش بگیم پلورزیه، پلورزی یعنی پلر وقتی ملتهب بشه که ما داریم تو بیماره مختلف، پلر وقتی ملتهب بشه مایع جمع میشه، کاستوفرنیک رو نمیبینید نه؟ پلورزیه، اینجا کاستوفرنیک رو میبینید، این ور سالمه، اینجا کاستوفرنیک رو نمیبینید، پلورزی بهش میبینید. پلورافیوژن ممکنه حالت التهابی نداشته باشه. خب حالت التهابی توی چست ایکس‌ری، چست ایکس‌ری فرق ندارن تو هر ببخشید تو ببخشید فکر کنم تو چیز تو چست ایکس‌ری به همین شکله، تو چست ایکس‌ری توی ادم ریوی قسمتی که در واقع کاستوفرنیک از بین میره، توی این هم از بین میره، فقط اونجا تو بالین تو ادم ریوی اصلا بحث تب ممکن وجود نداشته باشه، ولی تو پلوریزی حتما بیمار تب داره، حتما بیمار تب داره. و من یه عامل خارجی هم یعنی عامل مشخصی هم معمولا داره، مثلا تروما دیده بیمار پلوریزی شده شاید، یا چستیو پس چستیو پلوریزی میده باعث التهاب و عفونت که بشه پلوریزی میده. خب اینجا هم باز میبینید دوستان کاستوفرنیک وجود نداره، اینجا هم میبینید دوستان باز ببینید بچه به این سمت خوابوندن قشنگ مایه اومده اینجا جمع شد، این سطح مایه داره نشون میده افیوژن پلر کرده بیمار. این که اصطلاح بهش میگن ریه سفید، کل ریهش به یه طرف سفیده، اصلا نیست این بر ریه، ببینید به این اصطلاح میگن ریه سفید که تو ادم ریوی میتونه باشه. افیوژن پلر رو ببینید تو در واقع چیز سی تی اسکن نگاه کنید این شکل، این افیوژن پلر معمولا اینجا خیلی کم میشه، ولی این قسمت خلفی کاملا بیشتر میشه، بیشتر جمع میشه. این هم میدونم PMه، نگاه کنید این تصویر واقعی دوستان، حالا فضای جمع رو دیدین از نزدیک؟ این جمعه، این پرده جمع که میگن اینجاست، این جمعه، این وقت میشه جمعه چیز در واقع جمعه احشایی، جمعه جلوی این فضا، این زرگا ترشحات خونی هستن که وجود دارن، به این میگه این آبسه یا پی ام
NPM چون توی محیط یا توی حفره نرمال بوجود میاد NPM این چرک یکی از NPM باید بود یه چرک چرک داشته؟ پلپ دیگه خواهش کنم پلپ دیگه کلن جا داره برای چرک خب پروموتوراکس همتون آشنایی دارید فقط عکسشو نشون میدم این دیگه کاملا واضح پروموتوراکسه دیگه نمیتونید بگید چون خط داره آترکتوزیه چرا؟ چون پشتش کاملا دیگه یعنی هیچ بافتی از ریه شما ندارید بافت ریه نباشه میشه چی؟ پروموتوراکس درمانش چیه؟ پروموتوراکس رو میبینید دوستان؟ درمان اورژانسیش چیه؟ حالا تو جسیم نذاری؟ سوزن از دیگه در بزرگ تراپا؟ سنتز تو چست ایکس ری چطوره؟ نگاه کنید تو چست ایکس ری اینجا ببینید؟ دوستان ریه اینه این کل ریه بیمار اینه اینجا کلن خالیه، این چی نیست چرا؟ چون کلن فشار رو بوده ریه رو جمع کرده نمیدونم تا حالا ریه گوسفند رو فیلم کردین یا نه خیلی کوچیک میشه باز میشه کوچیک میشه کوچیک شدنش خیلی جالبه عشان میتونی گوشه جمع بشه و کلا ببینید کل فضای قفس سینه خالیه هیچ سیاه سیاه اینجا رو میبینی این خطای سفید میبینی اینا وریدهای ریوی ان ریه حتما باید اینا داشته باشه مثل این خالی نباشه فضاش این فضا فضا خلا هیچی نداره اینجا وریدهای ریوی اینا باید باشه اینا نرماله این وریدهای ریوی قفسه سینه باید شیف بده دیگه اگه چیزی بله؟ باید شیف بده قفسه سینه به این سمت اگه پروموتوراکس فشارنده باشه شیف آره آره اگه فشارنده باشه حتما شیف به اون سمت دیگه به این سمت آره شما میدرستم بازم خط پروموتوراکس رو دوستان میبینی؟ چطوره تشخیص میدم؟ میگم قشنگ اینجا وریدهای ریوی معلومن ولی اینجا هیچ وریدی من نمیبینم این میشه پروموتوراکس اینجا وریدها رو کامل میبینی کلی ریه رو پوشون باز هم اینجا اینجا خالی فضاش این خطه اینجاست لاین اینجاست وریدهای ریوی اینجاست این میشه پروموتوراکس تشخیص پروموتوراکس این ور با این ور مقایسه کنید قشنگ متوجه میشید وریدها رو میبینید به سمت مثل شاخه درخت به سمت بالا میرن خب چستیوب این پروموتوراکس کرده چستیوب گذاشتن نگاه کنید وریدی موجود نیست وریدهای ریوی هویدا شده یعنی ریه ها باز شد. اینجا بعد چستیوبه. خب یه یه آنفیزم هم داریم. بهش میگیم آنفیزم یه زیر جلدی. همه تون دیدی. مخصوصا اونه که در واقع تراکوستومی دارن. فشار که میدید شبیه بادکنک های کوچیکی که زیر دستتون پاره میشه. بعض وقتا حالا بیمار چستیوب داشته باشه یا تراکوستومی داشته باشه اینا ورم میکنه قشنگ میاد اینجا. چیز خطرناک هم نیست. نگرانش نیستیم. ولی خب باید جلوشو بگیریم لخه یه در واقع چیز هست دیگه خروجی اضافه هست دیگه باید جلوشو بگیریم و اینجا ببینید قشنگ اینجا متوجه میشه از دور ببینید قشنگ معلومه این قفسه اینجا ورم کرده ببینید قفسه دور اطراف نیپلش اینجا ورم کرده به خاطر اصلا اینجا ببینید حتی آرکرات پولش هم معلوم نیست این نشون میده بیمار در واقع آنفیزم زیر جلد یا این آقا رو ببینید قشنگ این شکلی هست آره آره تو من اونا که چستیوب دارن زیاد دیده میشه یا تراکوستومی هم دارن اوپن هارت ریخه حتی اوپن هارت الان خیلی بهتر شده قبلا رو من یادم میاد مثلا دقیقا بهتون بگم 11 سال پیش خب 11 سال پیش تکنیک هنوز ضعیف‌تر بود دیگه خب و مثلا مریض میرفت اوپن هارت بعد میومد مثلا نمیشناخت مریض رو چهرهش عوض میشد وقتی از اون چون اینقدر مایع جابجا میشد مثلا ورم میکرد مریض که میرفت برمیگشت میدید قشنگ اصلا چهرهش توپل شده مثل اینایی که رفتن قبل کرونا بعد کرونا اومدن همه برای اضافه وزن اوپن هارت در از 4 ساعت اضافه وزن میشن توپل میشن اصلا نمیشه اونها رو شناخت خب اینا آنفیزه ها میبینید آنفیزه زیر جلد انگار مثلا پالتوی پشمی پوشیده قشنگ آنفیزه زیر جلد فکر کنم بشه این کار کرد مثلا یه وقتی تو بیابونی جایی گیر کردید مثلا سرما داره یخ بزنید یه جا رو سوراخ کنید بدنید عشان پوستتون بر هوا بشه فکر کنم بشه امتحان کنید آدم باید همه کار بکنید یه شیلنگ بزنید
برام بکنید به عنوان یه آیه قبل میکنه آنفیزه میزید چه گنجشکا ها؟ گنجشکا هم اینجوری هم گنجشکا ها راست میگه چوک من یکی دو هفته است که فهمیدیم دخترمون کلن لحجه سبزواری گرفته خیلی برامون جالب است تو خونه حرف میزنه یا مثلا بیرون میریم عشنگ با اینکه من خانم هر دو شمالی میشونم مثلا بگم 15 ساعت در روز با من یه 3-4 ساعتی خیلی برام جای فکر کردم میشتیم چه نتیجه 3-4 ساعت توی مهدی بودن که فقط اونجا بازاره چی لحجه سبزواری الان باز من نگو باید این قشنگ نشرا برداشت در میاره آره اون تای لحجه سبزواری هایی کشیدن خواستی دارم ما همینجا خیلی جالبه اینجا بازاره اونجا باید چی اینجوری صحبت میکنی قشنگ باختی داشتم به این فکر میکرد این جالب برام که فکر کنید مثلا یه بچه 15 ساعت با پدر مادرشه خب 4 ساعت با بچه های مهد چقدر تأثیر میگیره خب میخوام بگم که واقعا و الان سب کنم بچه داشتن چقدر سخته شما هرچی هم پدر مادر خوبی باشی هرچی هم تو خونه بهش آموزش بدی فلان بکنی این کافی 3 ساعت بره بیرون لهجهش عوض میشه لهجهش خیلی یه چیز خیلی سخته یعنی من میتونم بعضی وقت ادای یعنی آواها کلمات سبزواری میگم یاد گرفتم بعد 6-7 سال خب ولی لهجهتون نمیتون در بیارم چون لهجه خیلی سخته زمین میگم الان باران دخترم خیلی راحت بابا لهجه آره یعنی با نمک هم از مثلا آره دقیقا جالب اینجا بوده که قبل از تابستون کاملا لهجه شمالی بوده این وقتی صحبت میکرد قشنگ من خوام الان 4 ماه رفته مهدی بودم قشنگ سبزواری شد لهجهش میخوام بگم که این وقتی که اجتماع وقتی رو لهجه آدم اینقدر لهجه که نیتیبه معمولا اینقدر اثر میذاره دیگه فکر کن رو افکار روی چیزها چقدر اثر میذاره مخصوصا اونه که حالا سنشون پایینتر بچه ها رو میگن بچه ها نوجوان ها و خیلی بود نگران خیلی ترسیدم حالا اینکه خوبه قشنگ من دوست دارم لهجه سبزواری رو داشته باشه اشکال نداره باختیم بقول شما آره ولی باز با این حال میخوام بگم این موضوع خیلی مهمه که چقدر اجتماع رو آدم ها اثر میذاره آره یه خورده ترسناکه آفیزمه میکشه قشنگ من دیگه یک کلمه بفرمایید در یادش بدیم خیلی خوب میشه سبزواری میگن یه صابونه داشتیم قشنگ عجب قلید نامنی بوده آقای نام بچه مالشون هر وقت مثلا چیز میرفتیم تاور بفرمایید لحجه قشنگ میکشید حالا خیلی دوستش بیاری اینقدر میگو بخار آره خب این چیه دوستان؟ برونشیت مزمنه از کجا میفهمم؟ راه هوایش زخیم شده انقدر زخیم شده که من میبینم راه هوایی که نمیشه خیلی دید که وقتی توی سیتی راه هوایی خیلی واضح معلومه یعنی مثل شما توی آنژیوگرافی بعضی وقتا آورت رو میبینید کلسیفای شده خود کورونرا رو میبینید کلسیفای شده اینجا هم همینه وقتی توی سی تی اسکن میبینید که راه های هوایی کلسیفای شده یعنی اینکه برونشیت مزمن هم شکلی میشه دیگه کلسیفای میشه نگاه کنید اینجا رو ببینید اینجا قشنگ معلومه نگاه کنید کلسیفای شدن کاملا واضح و مشخص این تیپیک برونشیت مزمن دوستان سیکنس میشه اینه زخیم میشه و باز هم اینجا میبینید شما این قسمت ها این راه هوایی هم دوستان که حالت زخیم شده یه خود زوم هم کرده واضح تر میشه این هم آنفیزمه یه آنفیزم واقعیه یه ریه ای که آنفیزم کرده کمی کیک نه؟ کیک کشمشیه اصلا تیکش میگیم بخوریم آره آنفیزمه آنفیزم ها چند مدل هست آره خیلی وارد جزئیات نمیشم حالت سنترال میگن حالت حالا پریفرال داره خب پانلوبار هم بهشون میگن که کلش درگیر میشه یه قسمتش درگیر میشه انواع مختلف دارن فقط سیتی هاش رو ببین چقدر جالب هم آنفیزم ها من از اول کلاس اون بزرگش نکرد الان یه یه دارم آره نگاه کنی آنفیزم ها رو یا حفرات رو میبینید دوستان؟ اینا آلبول ها با هم دیگه جفت شدن یکی شدن چه میشه؟
بازم اینجا واضحه، قشنگ میبینید دیگه، من رو قرمز هم کشیدم. ببینید؟ قشنگ اینو یه آنفیزه من. آنفیزه زیر جلد نه، اون کسی چیز خاصی هم. اینا. اینا دیگه قابل برداشت نیست دیگه، مریض رفته داره میشه. ریاش، ریاش رفته. این آنفیزه من. اینه قشنگ واضحه. سی تی آنفیزه میشه میگه. حفره حفره داره. ببینید آنفیزه ما قشنگ حفره حفره گرفته. شکلهای مختلف آنفیزم باز همینجا میبینی آلوول ها کاپیلاری ببینی هر کدوم دیواره دارن آلوول این نرمالشه خب؟ حالا که آنفیزم رو میبینی دیوارها از بین رفته این دیوارها از بین رفته ریه ها این یه وقت اشتباه نشه دیوارها از بین رفته ریه ها گشاد میشن بزرگ میشن خب؟ ریه ها بزرگ میشن به معنای ظاهرش به معنای افزایش ظرفیته اما خروجش خوب نمیشه میدونی مثل چی میمونه؟ ماز میدونی چی دیگه ماز خب توی ماز هزار تو اصطلاحا هزار تو اگه نرمال باشه مسیراش مشخص باشه مثلا تابلو داشته باشه آقا از این برو راست برو چپ برو تا اینکه خارج شد درسته؟ خوبه، نرماله، این مثل ریه نرماله ولی شما یه هزار توری در نظر بگیرید که کلی بنبست داشته باشه یه جاهایی به هم جفت بشن یه جاهایی اصلا هیچ راهی نداشته باشه علائمش کلن همه اشتباه باشه شما هر طرف بری بوم میشی درسته؟ آنفیزم هم دقیقا مثل هزار توری داغونه یعنی هوا هر طرف میره خارج نمیشه چون که مگه ریه ها بلند نیستن اینقدر ظرفیت دارن خیلی خوبه که میگیم نه ریه ها ظرفیت دارن ولی آلوول ها یه جوری به هم دیگه رفتن تو هم که هوا خارج نمیشه کدومش میشه انسدادی تهدیدی انسدادی میشه دیگه چون تهدید ریه ها که جا دارن جا دارن ولی خروج نه وقت خروج نمیتونه شه انسداد باشه مسیر مشکل خسته نباشه سلام کار باشه انسدادی خب اینم آنفیزمه، نگاه کنید ریه نرمال، ریه که آنفیزم شده ببین پف کرده ظرفیت داره، اما هوا خارج نمیشه گفتم مثل مازی که به هم ریخته بخاطر چیزی جان؟ این بیماریه دیگه، بیماری آنفیزم، بیماری دچار میشن عفونت میتونه باشه، پنمونی میتونه بشه بیماری های اینترستیشیال عاملش هستن دلایل مختلفی هست مثلا بیماری های ایمنی سیستم ایمنی میتونه این کار ایجاد بکنن آره. خب نگاه کنید ریه های بلند اما بدون کاربرد ریه هایی که هوا ازش خارج نمیشه برونشیکتازی هم ببینید برونشیکتازی یعنی گشاد شدن غیر قابل برگشت آلوولا توی آنژیوگرافی اصطلاح شبیه این داریم میگیم کورونر چی شده؟ اکتاتیک شده اکتازیا شده، گشاد شده غیر طبیعیه دیگه اینجا برونش و اکتازی رو داریم یعنی برونش ها گشاد میشن نگاه کنید برونش ها گشاد شده اینجا رو ببینید قشنگ برونش و اکتازی معلومه شبیه لوله شدن اصلا نباید چه این چیزی باشه برونش و اکتازی ها شبیه لوله بلند شدن که قابل برگشت نیستن یعنی یه چیز شدیدتری از برونشیت مزمن هم اینجوری بهتون بگم ببین داغون ریاش یه چیز شدیدتری از برونشیت مزمن هم غیر قابل برگشت برونشکتازی رو قشنگ در قسمت های مختلف میبینید اینا رو اگه دیدید توی سیتی اولین چیز برونشکتازی ببینید قشنگ لوله‌ای میشن حالت کیسه‌ای دارن، وارسی دارن، سیلندری دارن شکل مختلف دارن برونشکتازی ها این تصویرش خیلی جالبه حالت کیسه‌ایه تو برونکوگرافی گرفتن این عکس برونکوگرافی بیماری هست که برونشیکتازی داره ببین قشنگ مسیر راه هوایی چی شده حالت اکتاتیک گشاد و غیر قابل برگشت دیگه فکر آخرش باشه سیستیک فیبروزیس هم نه همه سیستیک برونشیکتازیه هم سیستیک فیبروزی که بر شما توضیح دادم همون اگر دائم بمونه انقدر ترشحات بمونن سفت بشن میشه برونشیکتازی ریه دیگه باز و بسته نمیشه به همین شکل نگاه کنید قشنگ کاملا واضحه به اینا میگم برونشیکتازی اینا سیلندریشن اینا کیسه ایشن آها این تصویر واقعی بیماری که دچار برونشیکتازی
آیا انتظار دارید این برونشا باز و بسته بشن؟ این دیگه خراب شده. این دیگه خراب شده. اینا فقط درمانشون تعویض ریه هست. باید پیوند ریه انجام بشه. برای نه؟ ببینید؟ این برونش اکتازیه. ببینید؟ ریه دوابونه. و هوا ممکنه تو برونش اکتازی ها چکار کنه یا بیماران آسمی گیر کنه نگاه کنه؟ هوا گیر میکنه. آره تو بیماران آسمی هوا گیر میکنه جایی که باید تخلیه بشه گیر میکنه. این هم کیستیک فیبروزیسه که ترشحات موکوس زیاد داره و خیلی نمونه دیگه. این هم سیستیک فیبروزیسه پر ترشحه. چند تا ترشح دارم براتون آوردیم. باز هم اینجا سیستیک فیبروزیسه برونشیاله. برونش ها درگیره. و تمام. پس نباشه دوستان. مرسی. خوده باشه این ویدیوی جدیدتر و بهتری از ریه ها کارکردشون داشته باشه. من برم یه خود تو نایلکس نفس رو بشم نهار کنیزم هسته نمیشه. من این پاورش اینجور گذاشتم خون خب باز هر وقت